داستان من و عبدی برمیگرده به حدود شاید 10 سال پیش. در اون زمان که من با عبدی آشنا شدم، من در برگدورف زندگی میکردم. فیلم خونه من هم موجوده. در اون زمان من با وجود اینکه دارو نمیخوردم، ولی فانتزی ها و دنیای درونی من با من بود. دنیایی که در اون من مرزها رو برمیداشتم و همه رو به زندگی خودم راه میدادم و میگفتم من قادرم که بهشت ایدئال خودم رو متحققش کنم، جامعه عمل در این دنیا بهش بدم و با تمام انسانها بتونم ارتباط برقرار کنم. این انگیزه و حالت باعث شده بود که من با خیلی از افرادی که شاید از نظر جامعه ما اونها آسوسیال و رانده شده نامیده می شدن و کسی با اونها وارد رابطه نمی شد، من با اونها ارتباط برقرار کنم. از جمله اینها افرادی بودن که سوء سابقه داشتن، معتاد بودن، تو کارهای مواد مخدر بودن، توی قاچاق بودن، زندان افتاده بودن، کارهای مختلفی که به نوعی باعث شده بود که اونها هوملس بشن، به اصطلاح آلمانی ها مثل پنرها زندگی میکردن، یا اینکه خونه نداشتن یا در یه کمپ های خاصی زندگی میکردن، یا اینکه با یه درجه ارفاق اینها با کمک های دولتی خونهشون رو داشتن و حداقل معاش زندگی بهشون داده میشد. از اونجایی که خود من هم با کمک های مالی دولت زندگی میکردم و اجاره خونم هم توسط دولت داده میشد، به نوعی به این قشرم متعلق میشدم. من با عبدی از طریق یکی از دوستانم به نام محمد رضا فرهادی مقدم که عکس اون هم جزو همسران و همبستران زیبا ناوک هست، که البته اون داستان خاص خودشو داره، آشنا شدم. اینها با هم دیگه توی اون ساختمون زندگی میکردن و عبدی مرتب به محمد رضا سر میزد، ازش پول قرض میکرد، پیشش مشروب میخورد و هم حالا سیگار میکشیدن یا حالا چی. اکثرا هم این دوتا با هم دیگه دعوا داشتن، ولی به هر حال عبدی هم منافع خاص خودشو داشت که میتونست از محمد رضا یه استفاده هایی بکنه. وقتی که با عبدی آشنا میشم، متوجه میشم که اون معتاد بوده و توی کارهای قاچاق مواد مخدر بوده. به قول خودش یه زمانی بوده که دورش فقط 5 تا جنده بهش حال میدادن و روزی نمیدونم 4-5 هزار مارک درآمد داشت و از این حرفایی که میزد دیگه. میگفت مثلا اون زمانی که از مواد مخدر و از فروش مواد مخدر اینها یه همچین درآمدهایی هم داشت. بعد خودش معتاد میشه و به کارش هم به زندان کشیده میشه و به جایی میرسه که دیگه برای اینکه حداقل معاش خودش رو هم داشته باشه به دولت میگه که پول اجاره رو به این مستقیم ندن. و خودش چون دولت میدونستش که اینجور افراد ممکنه وقتی که اول ماه پولشون به حسابشون ریخته میشه همون رو هم خرج مواد مخدر بکنن، برای اینکه جلوگیری بکنن از این مسئله، پول اجاره خونهشون رو از دولت میخواستن که مستقیم به حساب صاحبخونه بریزه و این پول به دست اینها نرسه. و تنها مبلغی که به حساب اینها ریخته میشد حداقل هزینه معاش اینها بود. به هر حال احساس میکنم که میتونم پایی دوستی رو با عبدی هم بریزم و بهش میگم عبدی تو میتونی بیای خونه من سر بزنی، کاری داشتی من برات انجام میدم، نمیدونم بیا یه مقداری به توی روابط اجتماعی بریم توی مجامع ایرانی ها یکم از این انزوا بیا بیرون و روابطت رو گسترش بده، کار بکن، توی باغ بیا، تو باغی که من و یس داشتیم. گفتم هر موقعی که من باغ اینا میرم تو هم بیا توی خونه ما، بیا مهمانی من میدم، تو هم شرکت کن. این باشه که یه مقداری فضای زندگی تغییر بکنه و بهتر بتونی خودت رو بازسازی کنی.
عبدی به من میگه که آره من در مرحله ترک اعتیادم هستم، هرچند که یک بار یه صحبتی میکنه که خیلی منو متحیر میکنه و اونجا همینطور این جمله میره توی بک‌گراند ذهن من، به نوعی تناقض خودش رو با این جمله نشون میده، چون وسط صحبتاش حالا در چه شرایطی بود مطرح کرد، گفت من اولین چیزی که تو زندگیم برام مهم هست هروینه و من واقعا عاشق هروینم، هرچند که بعد اینو سریع پس میگیره و میگه که نه من دارم ترک اعتیاد میکنم، من ترک کردم و اینها. من ضمن اینکه این جمله رو میشنوم، ولی خب حالا خودآگاه یا ناخودآگاه دوست داشتم که قسمت دیگه حرفش رو بپذیرم و به اون ارزش بدم و اون قسمت صحبتش رو تقویت کنم که میگفت من در حال ترک اعتیادم هستم و مرتب میرم به مراکز ترک اعتیاد و از اونجا داروهای ترک اعتیاد میگیرم و من نمیخوام دیگه معتاد باشم و فلان و فلان این. من با خودم فکر کردم که میتونم به یه نقش سازنده‌ای هم در زندگی عبدی داشته باشم، به خصوص اینکه من رو به عنوان یک سکس ابجکت نمیدید. این هم تقویت کرد که من اونو خیلی راحت تر بخونم، دعوتش کنم، و چون که اون نیروی رو از من نمیگرفت که من مجبور باشم که هی در مقابل اون انرژی های منفی که به عنوان یک سوژه سکس ابجکت به انسان ساطع میکنن اون رو دفع بکنم. بنابراین من به عبدی رو تشویق میکردم که مدام پیش من بیاد. خب بچه های دور من پیش من میمدن، زنگ میزدم میگفتم عبدی بلند شو بیا اینجا، که به هر حال براش خوب باشه دیگه، یک گزلشاف یا یک تجمع انسانی جدیدی براش باشه که این توی اون روابط سابق خودش نره، که این خب نقش خیلی مهمی در احیای زندگی جدید معتادان داره. اینو با تمام دوستای دیگه هم، از زیا، ینس، نمیدونم، دراید، اووه و همه آشنا کردم. اون زمانی که با اووه بودم گفتم که اووه یه دوستی دارم به اسم عبدی، اینم میخوام دعوتش کنم ببریمش جزیره یه بار بیاد رنزبورگ و مهمان ما باشه. خب تمام این روابط، تمام این مهمانی ها، تمام این برنامه ها رایگان بود، غذای خوب، اتمسفر خوب، تفریح خوب، همه اینها بود. عبدی استقبال میکرد. شما اگر به اون فیلم های من و عکسای گذشته من هم نگاه بکنید، نه عبدی رو در باغ ینس جزیره میبینید. به هر حال تمام اینها معتقد بودم که تو احیای زندگی نوین، این که به عنوان که یک فردی که میخواد اعتیاد رو بذاره کنار، همش نقش داره و افراد جدید رو هم که آشنام شد تفریح میکرد، نمیدونم، گفتم ورزش بکن، دوچرخه سواری بکن، یه مقدار کار بهش میدادم، انواع کارهای مختلف که دیدم که خب اووه این امکانات تفریحی قایق رو داره، ینس امکان باغ رو داره. با خودم میگفتم خب افرادی که در قشرهای پایین جامعه هستن اینها هم از اینا استفاده کنن. اووه هم خب همیشه میگفتش که ماین کلاین ولت فر بسررین، یعنی جهان بهتر کننده کوچولوی من. گفت مثلا داری با تمام این ایده هات و با این فعالیت هات میخوای جهان بهتری رو بسازی. خب اون هم امکاناتش رو با عشق و علاقه در اختیار من قرار میداد، طوری که شاید من با قایق اووه بیشتر از 30 بار مهمان برده بودم برای تفریح و از امکانات رفاهی اووه برای این کارها استفاده میکردم. عبدی رو چند بار به مناطق لختی ها بردم، گفتم بیا بشین اونجا آفتاب بگیر، شنا کن. دنیای با آرامش این افراد رو هم تجربه کن. و بعد برای اینکه به اون منطقه بریم باید خیلی دوچرخه سواری میکردیم، بعد میرفت شنا میکرد و بعدم میومد تو اون فضای
خوش آب و هوا که دراز میکشید، حموم آفتاب میگرفت، خب خیلی براش خوب بود. گاهی هم گفتم خب بیا من پشت تو ماساژ بدم، با کرم آفتاب میزدم بهش، بعد که احساس صمیمیت و راحتی با من داشته باشه. از طرفی هم تو باغ ینس ما مرتب برنامه میذاشتیم، برنامه های تفریحی که دور هم جمع بشیم و بگیم، بخندیم، برقصیم، خوب بخوریم، دور آتیش بشینیم، شب تو اون طبیعت زیبا کنار هم همه بخوابیم. گوسفندایی که کنار ما بودن، بوقلمون، پرندگان وحشی، میدونستم که چقدر موثره. با هم میرفتیم گوجه فرنگی میچیدیم، با دوچرخی میرفتیم خرید میکردیم. توی این روابط عبدی میتونست با خیلی افراد سالم با ایده های خوب آشنا بشه و اینها همه میتونست یک پشتوانه‌ای برای زندگی آینده اون بشه که میخواست بنا بذاره، زندگی بدون اعتیاد. سعی میکردم اگر مواقعی کار پیش میامد بهش کار بدم. یادم یکی از این آشناهامون به اسم منوچهر جعفری که میخواست خونش رو عوض کنه، با وجود اینکه میدونستم که پول بده نیست، من عبدی رو پیشنهاد کردم. آخه این آدم معتاد مثلا چه کاری میتونه بکنه و از این حرفا. بهش 20 یورو پول دادم، به منوچهر. بعد گفتم که بذار این عبدی بیاد اونجا کار بکنه، هر چی کار، هر کاری که بکنه که دیگه به هر حال شما چیزی رو که از دست ندادید، کار کرده دیگه، تو هم پول نمیدی، آخر سر این 20 یورو رو بهش بده که هم برای اون بدون پول نباشه و همین که تو هم که ناراضی نباشی. بعد که وقتی عبدی اومده بود خیلی ناراحت بود از برخورد این منوچهر و اون کارایی که از این کشیده بودن، کار کشیده بودن خیلی. بعد میگفتش که واقعا منو مثل برده ها کار کشیدن، اینقدر که من عرق ریختم، احساس تحقیر کرده بود، نمیدونم برخورد خوبی باهاش نکرده بودن. من خیلی ناراحت شدم، شایدم جریان به این صورت بوده که من بعداً 20 یورو رو به عبدی میدم، یادم نیست دقیقا. هر حال جریان طوری میشه که عبدی خیلی ناراحت شده بود و من هم 20 یورو رفته بود. اما از این جنبه خوشحال بودم که وارد شدن عبدی توی این کارها، توی این روابط، باز علارغم پیش آمدن نارضایتی ها باز بهتر از وارد نشدن توی کاری بوده. این نمونه ها نشون دهنده احساس من به عبدی بود و تلاشی برای بهتر شدن زندگی و احساس عشقی و جنسی به هیچ وجه بهش نداشتم، ولی احساس اینکه میتونه این فرد در آینده یک دوست خوبی برای آدم باشه. بنابراین ارزش سرمایه گذاری روحی و معنوی و مادی رو داره. چون دوستانی رو داشتم از جمله ینس، اووه، دوستای دیگه‌ای که نمیدونم لبنانی داشتم و افرادی که امکاناتشون رو در اختیار من گذاشته بودن، من میگفتم که کسانی که همچین امکانات رو به هیچ عنوان ندارن، اینها هم استفاده بکنن، وارد این دایره زندگی ما بشن. فاصله خونه عبدی با خونه من زیاد نبود. موقعی که کاری داشت میومد پیش من، زیبا من این مشکل رو دارم، زیبا من اون مشکل رو دارم، دیگه همینطور درخواست درخواست درخواست. عبدی که میومد خونه من غذا بخوره، من متوجه این حالتهای نشش شده بودم و میگفتم که عبدی چرا تو همیشه یه حالت مثل معتادا رو داری؟ میگفتش که نه من آخه در مرحله ترکم، اینا اثرات دارو هست. و منم چون تو جریان اینا نبودم، خب از این حرکت میکردم که این راست میگه. اما علی عرب که تو اون زمانها توی زندگی من مدام بود و حتی کلید خونه منو داشت، نظر دیگه در مورد عبدی میداد. میگفت زیبا حرفا اینو باور نکن، این معتاده. میگفتم نه بابا، این داره میگه که من دارم ترک میکنم. ولی من میدیدم که عبدی موقعی که داره غذا میخوره، بعد از یه مدتی یه دفعه متوجه میشدم که عبدی همین طور سرش رفته، یواش 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 اینجوری میرفت، بعد
میرفت دماغش میرفت توی قضا. چند بار که این حال بعد مثلا من یه دفعه بودم عبدی عبدی بعد بلند میشد. چندین بار متوجه شدم که موقع قضا خوردن این باز حالت نشه باز با دماغ میرفت توی قضا. بعد مثلا یواشکی دندونای مصنوعیشو توی چیز میشست و رو ظرفا اینا میشست. بعد میگفتم عبدی خب میخوای اینا رو بشوری، خب بیا برو توی دستشویی بشور، مسئله ای نیستش که حالا دندون مصنوعی داری. و اینها کم کم نشانه های شده بود که من میدیدم نه، یه سری مخفی کاری هایی توی رفتارهای این فرد هست که مسائل رو داره که نمیخواد بگه. بعد یه چند بار ازش خواستم، گفتم خب تو اومدی خونه من غذا خوردی، خب یک بارم تو ما رو دعوت کن من بیام خونه تو ببینم. با کلی اصرار من تونستم یکی دو بار برم خونش. گفتم خب من هم حقم هستش که بیام خونه تو ببینم. اون روزی که رفته بودم خونش برای من از دوست دختر خودش تعریف کرد و بعد گفت آره من یه دوست دختری دارم، زیبا خانم، یکی از این فروشگاه‌های بزرگ کار میکنه، بعد عاشق سکس منه، وقتی میاد اینجا خودش مشروب میاره و مشروب رو من میریزم رو بدنش و نمیدونم چجوری من اینو ارضاش میکنم و چیکارایی با این میکنم و فلان و اینها. بعدش این هم به من هر دفعه که میاد 50 یورو میده به خاطر اینکه من سکسم خیلی خوبه، من اینجوری هم، من اونجوری هم، منم براش خیلی هدیه های گنده میگیرم فلان و فلان. آفرین، پس تو بلدی هم هدیه بگیری، اونم هدیه های خیلی خوب. عجب، پس توی همچین درآمدایی هم داری، اینقدر ناله میکنی، اینقدر پول ندارم و اینها، همش داریم رعایتت میکنیم دیگه. از اونجایی هم که به من گفته بود من ترک اعتیاد میکنم، میرم توی مرکزی در آلتونا، یک بخشی از هامبورگ، اونجا مرتب هر روز دوشنبه اونها یه داروهایی بهشون میدن، مثل یک آمپول بوده که ندیده بودم البته، یه داروهای مخصوصی رو به اینها میدن و بعدش هم یه سری قرص به اینها میدن. بعد گفت ما باید اینا رو استفاده کنیم، اینا رو هم یه سری هم همونجا مصرف میکنیم. این هم عاملی شده بود که من بیشتر اینو قبول کنم که این داره ترک اعتیاد بکنه. و بعد گفته بودم خب من رو به عنوان یه پشتوانه برای خودت عبدی بدون که من همه جوره کمکت میکنم تا تو این مرحله ترک اعتیادت رو سریعتر بگذرونی. من یه بلیت ماهانه‌ای داشتم اون زمان، قابل انتقال هم بود، اینو میتونستم به سایه دیگه هم بدم. وقتی که میدیدم عبدی میخواد بره منطقه، میگفت من باید بلیت روزانه بگیرم نزدیک 5.5 یورو قیمتشه. من میگفتم که 5.5 یورو هم برای تو مهمه، در ماه میشه 22-23 یورو. روزهای دوشنبه این کارتمو به تو میدم. این دیگه کار عبدی شده بود که هر روز دوشنبه صبح میومد از من ساعت 9 این بلیتو میگرفت میبرد و ساعت 1 بعد از ظهر میآورد، بدون اینکه هیچ کاری این فرد برای من بکنه. میگم که خوب اب نداره، داره ترک اعتیاد میکنه، خیلی خوبه، بذار منم که این بلیتو دارم زوویزو پولشو دادم. حتی یه شبی من خونه زیا مهمان بودم که خب خیلی فاصله داره با برگدورف، صبح زود بلند شدم گفتم من باید این کارتو ساعت 9 عبدی میخواد بیاد به دستش برسونم. بچه ها گفتن که خب حالا بابا یه روز یه بلیت میگیره، ولش کن بمون، تو حالا صبحونه نخورده میخوای بلندشی بری؟ گفتم نه، این قولو بهش دادم، اون روی این برنامه من حساب میکنه. بلیت منم از ساعت 9 معتبر بوده، تونستم قبل از ساعت 9 از اون بلیت استفاده کنم. من حدود 16 کیلومتر رو با دوچرخه صبح بدون اینکه صبحانه بخورم راه میافتم. از خونه زیا تا برگدورف من با دوچرخه میام که ساعت 9 که این میخواد بیاد من این بلیت رو بهش بدم. قبل از 9 خونه رسیده بودم و این که میاد من این بلیت رو بهش میدم. اینم دیگه شده بود که مرتب به عناوین مختلف، بهانه های مختلف، یه نمزی با میتونم اینجا برم، میتونم برم، میخوام برم فلان جا، میتونم، میخوام برم سر بزنم به محمد، میخوام برم فلان، یه دوستی دارم اینجا و اونجا، میامد بلیت منو میگرفت. یعنی در واقع براش این بلیت من
خیلی مزایا داشت. یعنی فکر کن در طول ماه اگر 10 باری می‌خواست یه جایی بره و هر بار هم 5 یورو بده، باید براش 50 یورو میشد. اینجوری هم به نوعی براش استفاده بود و من براش امکان خوبی شده بودم که از این بلیت بتونه رایگان استفاده بکنه. عبدی رو من توی مجامع مختلف می‌برد. مجامع بهایی یا مجامع ایرانی که همایش ایرانی ها برده بودم. حتی توی همایش ایرانی که وقتی من اینو بردم توی جمع نشسته بودیم، خاطر اینکه عبدی اونجا و باز هم حالت نشه داشت، من اعتراض میکنم توی جمع میگن زیبا اجازه نداشت که نمیدونم این فرد رو بیاره و فلان فلان، اینجا نمیدونم محیط اینجوریه و اونجوریه و نمیدونم از این حرفا، که گفتم خب ما باید یه کاری بکنیم که تمام آدمایی که از جامعه طرد شدن، اینها توی این مجامع یه حضور خوبی رو داشته باشن تا کم کم بتونن از این فاز اعتیاد گذر کنن. اگه ما هم بخوایم اینا رو طرد بکنیم به خاطر اینکه یه همچین حالتی رو دارن که تشدید کننده یه وضعیت روحی بعد اونها خواهیم شد. به هر حال من اونجا محکوم شدم و یه سری نمیدونم اعتراض کردن و اینها، این عاملا باعث شد که عبدی هم خیلی ناراحت بشه، بعد بگه زیبا تو هم به من گفتی بریم اونجا و دیدی اونجوری چه برخوردی کردن. البته عبدی اونجا بلند میشه و این مقدار از من دفاع میکنه و از خودش هم دفاع میکنه، به اونا اعتراض میکنه و به هر حال یک بحثی هم اونجا میشه. تو این فاصله ها یه جریانی پیش میاد که ما میریم توی مهمانی خونه یکی از دوستانمون که این لوازم الکترونیکی میفروخت، نمیدونم از ایبی و اینا میگرفت بعد به افراد مختلف میفروخت. این کارش شده بود، یه فردی به اسم مجید بود، من و عزت فتاحی هم بودیم و عبدی هم بود. منم معمولا خیلی جاها که میرفتم میگفتم این دوستام هم ببرم، عبدی رو میبرم، همه بر بچه دوستام هم میبردم دیگه. عزت فتایی هم اونجا بود، عبدی هم بود، علی هم بود و حالا چند نفر دیگه. عبدی متوجه میشه که عزت فتایی فردای اون روز میخواد بره ایران. مجید هم تبلیغ کرد، گفت بله من یه تلفن فلانی دارم، این تلفن 200 یورو قیمتشه، چه امتیازاتی داره و چی و چی و چی و چی. عبدی یه دفعه یکی زیبا من یه فکری دارم، من میخوام برای این پسرم این تلفن رو بگیرم بفرستم، خیلی تلفن عالی و فلان این هاست، زیبا به من پول میدی؟ من به تو در 2 ماه در 2 تا قسط به تو این پول رو میدم. عبدی هم درباره این جریان این پسرش و مادر پسرش برای من توضیح داده بود قبل از اینکه به خارج مسافرت کنه، بیاد پناهنده و اینها بشه و با یه زنی دوست بود که اون تو بیمارستان مهر در بلوار کشاورز و اینها پرستار بوده و بعد این جریانش دیگه زیاد یاد دقیق یادم نیست. به هر حال این خانم پرستار ازش حامله میشه و بعد یه بچه به دنیا میاره، یه پسر. دیدم که دیگه براش خانواده و اینا مهم نبود، اومده بود بیرون. بعد از مدت ها وقتی که در ارتباط با این، نمیدونم از چه طریق در ارتباط با این خانمه قرار میگیره، میفهمه که این خانمه ازش بچه دار شده بوده و بچه اینم الان شده 19 سالش. به من میگه آره زیبا من یه پسر دارم و پسرم باش حرف زدم و پسرم اینجوری کرده و این آقا احساس پدری بهش دست میده. هرچند که در خیلی از صحبتاش یه دفعه میگفتش که آره من با چون که من بدنن خوب هستم و نمیدونم نسلن و نژادن و آریایی ها خیلی هم حالتهای راسیستی هم داشت و معتقد بود که آریایی ها خیلی نژاد خوبی هن. بعد میگفتش که اصلا من خیلی دوست و دخترهایی که داشتم به من میگفتن که ما فقط میخواییم تو با ما ارتباط برقرار کنی و ما از تخم تو بچه دار بشیم. مدعی هم بود که چند تا هم بچه این ور اون ور داره، کسایی که ازش خواسته بودن داوطلب تخم این آقا بودن. منم دیدم که خب حالا این با پسرش ارتباط برقرار کرده بعد از 19 سال تلفنی صحبت کرده و نمیدونم فلان و بفته و اینها. محمد رضا هم تایید کننده این جریانات بود. بعد که دیدم این احساس پدری درش ایجاد شده که یه بعد از 19 سال یه نشانه کوچکی از پدر بودن رو به بچهش نشون بده،
ما هم گفتیم آفرین، خب خوبه، باشه، این کار رو بکن. گفت ولی زیبا به من کمک میکنی. گفتم یه ذره نگاه کردم و بعد گفت اگر تو اینو بخرم و اینا، من میتونم همینو بدم به عزت، عزت ببره اونجا. یه ذره فکر کردم، گفتم خیلی خوب باشه، حالا بذار یه 200 یورو هم برای این کمک کنیم و این که میگه در 2 ماه به ما میده. اونجا تلفن رو از آقای مجید میگیره و بعد میده به عزت و بعد تلفن هم که میره به ایران، 200 یورو هم که ما میدیم. اول ماه که شده بود که این قرار بود که پول به من بده، که یه تلفنی به من شد از محمد رضا، مثلا از عاشقان ما. زیبا چرا میخوای 100 یورو بگیری از این درما؟ مگه این چقدر پول داره؟ مگه فلان فلان؟ این نمیتونه این پولو بهت بده؟ 100 یورو یعنی چی؟ گفتم بابای خودش گفته، میگفتش که من 50 یورو میدم، من 20 یورو میدم، من فلان میدم. خودش گفته، خب خودش هم باید این حرفش رو نگه داره یا فکرشو بکن خود. نه این نمیتونه بده با فلان اینا. گفتم خب بهش بگو بیاد اینجا ببینم که چقدر میتونه بده. دیدم که با یه صرف کنده و فلان اومد پیش من. آره زیبا من نمیتونم که به تو 100 یورو بدم. گفتم چقدر میتونی بدی؟ 50 یورو میتونی بدی؟ نه زیاده. 40 یورو میتونی بدی؟ 30 یورو میتونی بدی؟ 20 یورو میتونی بدی؟ آخر زیبا میتونم 10 یورو بدم. 10 یورو 10 یورو در ماه بدم. گفتم 100 یورو اونجوری گندگوزی کردی، گفتی در ماه دو تا قسط میدم. نه به او نه به این. حالا میخواید 10 یورو در ماه بدی؟ باشه 10 یورو بده. 10 یورو میذاره و ما مینویسیم تو حساب این آقا که این 10 یورو 10 یورو به ما در ماه بده. این 200 یورو برای من یه زجری میشه، 10 یورو 10 یورو دادنش. حالا من نمیدونم این 10 یورو شدم 10 یورویی که به من میخواست بده چقدر برای این افراد، این آدمایی که با من میخوان وارد یک رابطه مالی بشن، چرا اینقدر براشون سخت میشه. این فرد یک ماه میده یک ماه نمیده، یک ماه میده یک ماه نمیده و نمیدونم فلان. بالاخره از این 200 یورو تا به امروز در تمام این مدت فقط 150 یوروشو به زحمت میده و الانم 50 یورو به من بدهکار. 50 یورو به من از اون سالها مونده. حالا چه عاملی میشه که دیگه پول بقیه پولو نمیده؟ چون آدمی که نمیخواد بده دنبال بهانه میگرده. یک روز متوجه شدم که این داروهایی که این میره میگیره از مرکز ترک اعتیاد، این اونها رو میفروشه. یا از طریق علی بود که همیشه میگفت زیبا تو چرا انقدر سریع اینا رو باور میکنی؟ این هنوز هروئینیه، این میکشه، این داروها رو میبره میفروشه. گفتم که نه اینجوری نیست، خودش داره میگه من مصرم ترک میکنه. خب گفت بابا زیبا اینا رو همینطوری اینا میگن دیگه، تو چرا اینقدر ساده ای و فلان فلان این حرف رو زد. به عبدی گفتم که عبدی بیا اینجا، من یه همچین چیزی شنیدم. اینم یعنی انکار نکرد، گفت آره خب من بعضیاش استفاده میکنم، بعضیاش هم برای اینکه خرجمو در بیارم، خرج من زیاده، من دوست دختر دارم فلان و فلان و اینها، منم باید برش کاری بکنم. وقتی اون میاد برای من نمیدونم یه همچون مشروبایی میگیره یا فلان کار میکنه، یه لباسای آنچنانی میگیره و نمیدونم، همیشه هم میگفت نگاه کن من لباسام اینچنینیه، مارکش بالاست و فلان، پوزش عالی بود دیگه. دیدم پس انکار نکرد و اینکه به نوعی هم تایید کرد. من بهش اعتراض کردم، گفت وقتی هم ازش پرسیده بودم که این داروها رو نسخهشو کی برای تو مینویسه، فهمیده بودم که دکتر شوقیه. منم که دکتر شوقی رو میشناختم. به عبدی گفتم، من عبدی به دکتر شوقی زنگ میزنم میگم. گفت یعنی چی تو این کارو تو نمیکنی؟ گفتم چرا، من این کارو میکنم، براشم یه نامه مینویسم و میگم که تو این داروهایی که این برای تو نسخه میکنه، تو اینو میبری میفروشی.
یک جایی هم در بانهوف مرکز شهر هامبورگ وجود داره که یه ساختمانیه که اونجا همه معتادها جمع میشن و دولت اونجا رو گذاشته برای اینکه معتادها دیگه توی خیابون نباشن، از اونجا جمع کرده و حتی امکانات پزشکی و امکانات دارویی و فلان اینها هستش که بیان برن کسایی که معتاد هستن با وسایل بهداشتی حتی تزریق بکنن اونجا. یه نامه می نویسم برای دکتر شوقی، مطبشم زنگ می زنم و میگم که یک چنین کسی هست، اون موقع اسم فامیلیش یادم بوده، نامه هاشو می آورد من براش می خوندم، ترجمه می کردم، کارهای بانکیشو اینا، به هر حال کارهای مختلف اداریشو، خیلی کارهای زیادی برای عبدی می کردم. اسمشو بر می دارم می نویسم، به دکتر شوقی یه نامه می نویسم و میگم که دکتر شوقی، به منشیشم زنگ می زنم و میگم که یک همچین مریضی پیش شما میاد، داروهایی که شما دارید براش نسخه میکنید این داره میبره میفروشه، شما چطور نمیتونید اینو کنترل بکنید که ببینید که آیا این داروها رو این استفاده میکنه یا نه. من با این مسئله که به شما خبر میدم یه نوع اخطاری هم برای شماست، وقتی متوجه این جریان نباشید به نوعی مشارکت با این کمک به اعتیاد افراده. این هم خبر نداشت. دفعه بعدی که عبدی میره پیش دکتر شوقی، دکتر شوقی شدید به این اعتراض میکنه و میگه من داروها رو برات نمینویسم، یه همچین چیزی شده. و عبدی هم وقتی میاد بیرون عصبانی میفته، پاش نمیدونم لیز میخوره و اتفاقاتی براش میفته که میگه زیبا به من حدود بیش از 2300 اویرو ضرر زده و من دیگه پول زیبا رو نمیدم. این هم شد که بهانه برای آقای عبدی که این قرضی که از ما گرفته بود و که با زجر و عذاب به ما داشت تیکه تیکه ده هایی رو یه ماه میداد یه ماه نمیداد، این هم اینجوری ناتمام بذاره. اما اون چیزی که در رابطه با عبدی خیلی عذاب دهنده شد و باعث شد که یه مقدار من بیدار بشم در یه همچین رابطه ای، اون برخوردایی بود که من از عبدی دیدم. من وقتی که با خودم یواش یواش دیدم که همش این رابطه یک طرف هست، فقط دادن و که گرفتن و هیچ توازنی در این رابطه در این دو وزنه داد و ستد نیست، با خودم گفتم که خب بذار من هم یه چیزی از این آدم بخوام. خب این همه مدت مسافرت هایی که من براش تهیه کردم، امکانات تفریحی که گذاشتم، امکانات کاری که بود، مجامعی که بردم، باغ ینس، خورد و خوراک، تفریح، بیا غذا بخور، برو، نمیدونم کارهای اداریش، نامه هاش، فلان فلان، همین ها رایگان بوده. خب یک بارم یه چیزی من ازش بخوام. این موقعی بود که من احساس کردم که این در مورد دوست دخترش، یه روز اومد گفتش که دوست دختر من تولدش، من میخوام یه دونه عطر دوگلاس بگیرم حدود 40 اورو قیمتش. من گفتم عبدی تو که میای از من قرض میکنی، تو که میای اینجوری بلیتت از من میگیری، تو که میای اینجا غذا میخوری، تو که اینقدر ناله میکنی که پول ندارن، چطوری تو داری عطر دوگلاس میخوای برای اون بگیری؟ یکم تکو خوردم ولی با این حال بازم با خود به فکر اون افتادم، گفتم بابا این 40 اورو نبره بده. اونجا یکی از این دوستای لبنانی من یک هدیه دکوری خیلی قشنگی داده بود، تو شیشه بود و اینه خیلی قشنگ بود، من اینو گذاشته بودم توی ویترینم. بعد برگشتم گفتم که بیا این خیلی قشنگه، یه چیز گرون قیمتی هم هست، بیا اینو ببر بده، 40 اورو نده. این جادوی منم میگیره که یه دکوری خیلی خوشگل بود میره. با خودم تلاش کردم بهش بگم که بابا یه مقدار تو این رابطه یه توازنی برقرار بشه. اما اینا یک تلنگری برای خودم بود که عجب این داره این کارو میکنه، پس من چرا هیچ چیزی از این نگیرم؟ چرا فقط یه رابطه یک طرفه باشه؟ یه روزی که اومد بلیت منو بگیره بهش گفتم که عبدی من امروز میخوام یه درخواستی از تو داشته باشم. اون زمان این کار برای من مثل یه جراحی بود، امتحان خیلی سختی برای من بود
که من این درخواست رو از اون بکنم، توانایی درخواست کردن از مردم رو پیدا بکنم. انگار که واقعا یه زایمان بود برای من. عبدی، من میخوام یه درخواست ازت بکنم. گفت چی؟ گفتم منم میخوام که تو برای من یه چیزی بگی. اونم وحشت زده شد. گفتم حالا منم که میخوام یه تمرین گرفتن رو داشته باشم، برای من اینقدر سخت بود، گفتم که من یه اسکاچ میخوام، یه بسته اسکاچ میخوام برای ظرف شستم. بسته های ستایی اسکاچ میشد با همدیگه اینجا توی این فروشگاه ما 45 سنت، 45 سنت، اینقدر ارزون، نیم اورو هم نمیشد. برگشت یه دفعه من گفت من پول ندارم، من پول ندارم زیبا. گفتم تو 45 سنت نداری برای من اسکاچ بگیری؟ گفت نه. اونجا تلنگر بزرگ به من خورد، به این مغز من خورد. گفتم زیبا، این آدم در مقابل درخواست من که 45 سنت بیشتر نمیشد گفت ندارم، ندارم. گفتم جالبه، جالبه، اشکال نداره، برو. بلیط رو بهش دادم، رفت. بعد که با خودش میره، این عبدی با خودش فکر میکنه، میگه که بابا زیبا بعد از یه عمری از من یه درخواست کرده و اونم از من یه اسکاچ خواسته، من هر طور شده یه اسکاچ براش تهیه کنم. و میره از توی خونه خودش یه اسکاچ مصرف شده که حالا نمیدونم مال توالتش بود، مال کجا بود، ور میداره میاره اینجوری میگه زیبا برات اسکاچ آوردم، برات اسکاچ آوردم. من اسکاچه رو نگاه میکنم، ارزشم اونجا فهمیدم، واقعا ارزشم رو فهمیدم. گفتم اون اسکاچو بده. من اسکاچه رو ازش گرفتم، گفتم ارزش من همین قدر. گفتم برو، گفتم برو، مرسی. اون اسکاچو مدت ها نگاه داشتم، گفتم زیبا نگاه کن بهش، نگاه کن بهش، گفتم نگاه کن، شاید یه تلنگری در این وجود تو باشه، شاید تلنگری در این درون تو باشه که ارزشت در همین حده. و من فهمیدم ارزشم. خیلی برای من تلخ بود، خیلی خیلی تلخ بود. نمیدونم شما میتونید احساس من رو بفهمید یا نه، من یه مقاله دارم تحت عنوان مرد دو زنه، بعد نیستون رو برید نگاه کنید. خودم همیشه اون میدیدم، اون زنی که مرد روش توف کرد در خیلی از روابط. دفعه بعدی که عبدی اومد بهش گفتم عبدی، من میخوام برای لیت ماهانه که بهت میدم ازت 1 اورو بگیرم. تو باید 5 اورو خرج میکردی، من حالا میخوام بابت این بلیتی که بهت میدم 1 اورو بگیرم ازت هر دفعه. گفت نه، من اینو نمیدم. حاضر بود 5 اورو نیم بده ولی 1 اورو به زیبا نده. اینم تلنگر بعدی. خیلی جالب اسکاچ، این برنامه، این برنامه 1 اورو خواستن و این برنامه برخوردی که بعد که گفت جسر جریان دکتر شوقی شد و من این کارو کردم و بعد گفت دیگه پس من پولتو نمیدم،
گفتم نده. گفتم چقدر خوب شد این جریانات پیش اومد و رابطه من با عبدی سرد شد. با خودم گفتم که دیگه وقتی که میاد دیگه من هم ازش یه درخواستی بکنم. بعد از این سردی رابطه، عبدی نبود من رو توی زندگیش احساس میکنه و بعد میتونه به یک مقایسه‌ای برسه و اینکه چه چیزهایی رو در واقع از دست داده، چه پشتوانه صمیمانه و خالصانه ای رو از یک رابطه دوستی، و بعد سعی میکنه که دوباره رابطه رو برقرار کنه. یک روز که من چند نفر هم مهمان داشتم و علی هم خونه بود، دیدم در زده شد و عبدی پشت در بود. پرسم خب کارت چیه عبدی؟ کاری داری بگو. میگه زیبا من خیلی دلم تنگ شده برات، فقط اومدم تو رو ببینم. دلت برای من تنگ شده و اومدی فقط منو ببینی؟ خب اشکال نداره، بیا تو، بیا برو بشین چند دقیقه منو ببین. چند نفرم میگم مهمان داشتم. علی هم مثل پسر خونه اگر کسی چیزی میخواست یا مثلا پذیرایی لازم بود و اینها انجام میدن. علی طبق معمول که قواله مهمان اومده پرسید عبدی چایی میخوای یا کافه؟ قبل از اینکه عبدی جواب بده، جلوی همه دوستان که عبدی هم نشسته بود، گفتم عبدی نه چایی میخواد نه کافه. همه تعجب کردن، مهمونا اینا گفتن زشته فلان اینا، چرا اینجوری حرف میزنی؟ این یه نوع تحقیره. گفتم اینجا توی این خونه کسی چایی میخوره یا کافه میخوره که قندشو بیاره. عبدی امروز اومده دلش برای من تنگ شده بود، میخواست منو ببینه. خب حالا میتونه اینجا 10 دقیقه بشینه، خیلی راحت خیلی خوب منو ببینه، بعد از اینکه منو دید میره خونش. اینجا عبدی نه چای میخوره نه کافه میخوره. بعد این بچه هایی که مهمون هایی که بودن شروع کردن به نصیحت و فلان و اینا، نه درست نیستی، با این چه برخوردیه، نمیدونم این تحقیره، نمیدونم فلان. منم رو کردم به اون بچه، گفتم شما احساس میکنید که کار بدیه، کار زشتیه، خب این عبدی و این شما بفرمایید برید بیرون، بیرون کلی کافی شاپ هست، بفرمایید برید ایشون رو دعوت کنید، میخوام ببینم کدوم یکی از شما ها که الان دارید درس اخلاق میدید اهل این هستید که یه کافه یا یه چای اونو مهمانش کنید، بفرمایید. دیگه اینجا هیچی نگفتم، گفتم عبدی میتونه بشینه 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه قشنگ منو نگاه کنه، دلتنگیش رفت بشه و بعدم بره. دفعه دیگه ای هم که دلش برای من تنگ شد و خواست منو ببینه، یه عکس از من براش، یه عکس بهش میدم، میره اون عکس رو نگاه میکنه. دفعه دیگه همین نگاه کردنه، من هم به صورت حضوری نیست. این هم من لطف کردم که گفتم بیاد اینجا بشینه یه 10 دقیقه یه ربعی ما رو نگاه کنه و دلتنگیش رفت بشه.